آقای رئیس جمهور باید بیش از آن که نگران دیدار من و وزیر امور خارجه ای ایران باشید نگران دیدار پلمانافورت با رابرت مولر باشید اما اگه میخواهید از توافق هسته‌ای بیشتر بدانید راههای آسونتری هم هست مثل خواندن کتاب من این توییت جان در پاسخ به توییت دونالد ترامپ که دیدارهای محرمانه ای او با محمد جواد ظریف را خلاف قوانین ایالات متحده دانسته ترامپ نویسد دیدار با رژیم متخاصم ایران که میتونسته برای مردم آمریکا پرضرر باشه کری به آنها گفته منتظر پایان دولت ترامپ باشید آیا کری از قوانین شفاف سازی ارتباط وزرا با نمایندگان خارجی پیروی نمی کند uh, made... منازعات اخیر میان سیاستمداران و دیپلمات‌های واشنگتن پس از این ادعای جان کری وزیر سابق امور خارجه آمریکا و مقام ارشد حاضر در توافق هسته‌ای شدت گرفت. مایک پومپو وزیر خارجه فعلی و ناقد سرسخت این توافق این رفتار جانکری را بسیار نادرست خواند سکتاری... آنچه جانکری در مقام وزیر انجام داده بی سابقه است وزیر اسبق امور خارجه آمریکا با بزرگترین حامی تروریسم درگیر شده وزیر خارجه نباید در این مسائل دخالت کند جانکری اما باور دارد که در کتاب جدیدش Day is Extra یا هر روز محبت دیگری است شفاف سازی های لازم را کرده کری به تفصیل در بخشهایی از این کتاب از مذاکرات هسته و البته دیدارهای چندین دفعه و محرمانش با جواد ظریف نوشته اقداماتی که کری آنها را در راستای پیشبرد مذاکره و حقوق شهروندیش درست و محق تلقی میکنه با این حال دیدار دیگری که او در تویتش به آن اشاره میکند پاشنه آشیل دانلد ترامپ است و نقل رسانه های امروز دیدار مانافورت و مولر پل مانافورت رئیس کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ در سال 2016 بود او حالا اتهام توته و تقلب علیه ایالات متحده را در طی دوره برپایی مبارزات انتخاباتی پذیرفته و برای همکاری با رابرت مولر بازرس تحقیقات ویژه مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 اعلام آمادگی هم کرده. مانافورت همچنین محکومیت تخلفای مالی و بانکی را در پرونده خود دارد. با آنکه کاخ سفید جرایم تعریف شده ای او را مجزا از انتخابات سال 2016 میداند با این حال نمیتوان تلاش عمدتا سیاستمداران دموکرات برای تنگتر کردن عرصه برای رهبر واشنگتن و نزدیکانش را نادیده گرفت آب گلالودی که به نظر میرسد برای مقامهای تهران هم دارای منافعی است حفظ برجام بدون آمریکا و یا دست کم فقط وچه اقتصادیان تا به اینجا ناموفق بوده تحریم های نفتی پیش روز و بازار داخل آشفته و نابسامان بلخص پس از تحریم های دور اول در ماه اوت بنابراین کمرنگ شدن کاندیداتوری دانالد ترامپ برای دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری و گمان زنی ها برای حضور کاندیداهای چون جانکری می تواند راه سخت فعلی را برای جمهوری اسلامی در بازه زمانی کمتر از سه سال هموار کند. به وعده های اونها وعده میدن با تردید نگاه کنید. آلترناتیوی تحت عنوان دوران پسا ترامپ که شاید با روی کار آمدن رئیس جمهور و کابینه دیگر بتواند اهرام فشارهای بین‌المللی را تضعیف کند بدون آنکه نیاز به دیپلماسی گفتگو و یا احیانا نرمش قهرمانانه باشد فیروزه جابانی اتاق خبر